سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم میکند. اونا رسیدن. خیلی خوشحالم که اون به سلامتی وارد شد. بهتون تبریک میگم پدر. ولی خیلی تأخیر کرد. بریم. بریم. هیچ معلوم نیست چه مدت رو آب بود. آه شما اینجا این اساتون بخیر دوست دارم. متشکرم. بالاخره بعد از چند ماه مسافرت برگشت پیش تو. بگی نگاه کن. متشکرم. کسی رو همراهش میبینیم مثل دست؟ اسم کشتیش مرایی؟ بله دخترم. ولی پرچمش در حال اهتزاز نیست. امیدوارم اتفاقی نیفتاده باشه. سلام اون پسر عزیزم، از دیدنت خیلی خوشحالم. ولی چرا پرچم کشتیت پایینه؟ دوستت کاپیتان لکلر کجاست؟ در اعماق اقیانوس دچار طوفان شدیم. متاسفانه کاپیتان به علتی بیماری فوت کرد و من تنها موندم. خیلی متاسفم. اون مرده؟ در دل دریا دفن شد. مال تجارش شد. آسیبی ندیده قربان. تمام مال تجاره بدون ذره ای کم و زیاد در کشتی موجود آقای مرایی. خبر خوبیه. خب بعد از اون بدشانسی بزرگ کسی از تو خواسته که کاپیتان کشتیش بشی؟ متاسفانه به محض اینکه کاپیتان خوب ما زندگی رو بدرود گفت، مسیو دانتس جانشینیش رو به عهده گرفت بدون اینکه با کسی مشورت کنه. بعد از مرگ کاپیتان به ناچار فرمانده کشتی شدم. تو کار خوبی کردی پسرم، بسیار خوب. با وجودی که اولین ماموریت فرماندهی بود خیلی امیدوار کننده است. خب بگو ببینم حادثه قابل ذکر دیگه ای در طول سفر؟ بله حادثه ای بود. زندانی رو بیار اینجا. کادلوس، اون در لحظه مراسم تدفین کاپیتان در حال سرقت از انبار دستگیر شد. این درسته کادلوس؟ تو کار کثیف دزدی را به سایر کثافت کاریات اضافه کردی؟ اگر جناب موسیو دانتس اینطور میگن لابد یه دزدم. تو میخوای اونو تحویل پلیس بدی؟ من با زندانی شدن مردان دریا موافق نیستم قربان. تا اینجا هم به حسب وظیفه زندانیش کرد. در کشتی خودت مرد جوان. من دارم به عنوان جانشین کاپیتان صحبت میکنی، میدونم. در این مورد چه دستوری میدی؟ تو آزادی کادروس، ولی دیگه هرگز نمیخوام ببینمت. سعی کنین انقدر بخشنده و باگذاشت نباشین موسیو دانتس. انسان ها به شما حسودی میکنن. پدر، موسیو دنگلر میگه کشتی در حال بازگشت و آلبا توقف کرده. آلبا برای چی؟ کشتی من در آلبا کاری نداشته. دستور کاپیتان مرحوم بوده قربان و اون تنها کسی بود که قدم به ساحل گذاشت. برای چی؟ این نشون نمیده که اون با بناپارت در ارتباط بوده؟ به من نگفت از رفتن به ساحل چه منظوری داشته. خیلی عجیبه، بیش از حد تصور. مدارک از خودش باقی نذاشته، وصیت نامه و یا قرارداد. تنها در آخرین لحظه زندگیش این نامه رو به من داد. شخص گیرندش معلوم نیست. به من گفت کجا باید ببرمش. در صورت لزوم خیلی خب بعدم میتونی این کار رو انجام بدی. ادموند مرسدس همسر آیندهت، برو ببین چی میگه. Well, we must talk to you no longer. Go my boy. A far more important personage than old Morell is waiting for you. Go. مرسدس! نگاه کن، یکی دیگه از اعضای این باشگاه اومد. کدوم باشگاه؟ برخورد دختره با دانتس خیلی هیجان انگیز بود. تو هم لذت بردی؟ اینطور نیست لطفاً؟ کلاتو بالاتر بذار، چون یه جوون غریبه خوب تونسته محبت دخترمو تو به طرف خودش جلب کنه. یه دفعه دیگه اسمشو بیاری میکشمت. آروم باش، خون سرد باش، بشین آروم باش. حالا به من گوش بده.
تصور میکنم راه حل مناسبی برای برداشتن این مانع از سر راهمون وجود داره. فقط باید درست فکر کرد. حالا ببینیم سرنوشت چه مجازاتی رو برای طرفداران بناپارت تعیین کرده. یعنی میخوای بگی طرفدار بناپارته؟ فکر میکنی برای چی کشتیمون توی آلبا متوقف شد؟ گفتی آلبا؟ کاپیتان دو روز قبل از مرگش رفت به ساحل و موقع مرگش هم پاکتی رو به دانتس داد که به نظر من اسراری در اون. چه سری؟ بهتره مغزتو به کار بندازی. تصور میکنم کاپیتان لکلر به ساحل رفت و با خود بناپارت ملاقات کرد و به نظر من اون پاکت حاوی مطالب محرمانه مهمیه و دانتس هم در این ماجرا دست داره. پیشنهاد میکنم در این موقعیت برای تصفیه حساب با دانتس از تمام امکانات موجود استفاده کنیم. جرار یه ورق کاغذ بیار. همین الان قربان. خواهش میکنم یه لحظه صبر کنید. ادموند؟ Yes, father. I am an old man without manners, but I must ask Mercedes a question. What is it? That young lieutenant, your cousin, Fernand Mondego. I am told he loves you too. Fernand Mondego is loved and lost. The way of the world, father. Fernand is a fiery young man, a Spaniard. I do not want him coming at you one dark night with that long knife. My blade is a match for any Spaniard knife. But... Father, this is no time for bad thoughts. We have good news for you tonight. Yes, tell him now. بسیار خوب ماندگو، بهتر این نامه رو تو بنویسی. انگشتای من ظریف و کار نکرده هستن و این قلم دستای من آزار میده. این نامه باید با عنوان دادستان بندر مارسی نوشته بشه. دادستان مارسی؟ آه بله جناب دادستان. لطفاً اینطور بنویسید. آقای گفتیه کاپیتان؟ من کاپیتان کشتی شدم پدر. 100 سکه ترا برای هر سفر دریایی و سهامی از سود سالانه. خدای مهربون پسر من. اسمش براش بگو. گوش کن پدر. با اولین پولی که دستم بیاد یه خونه ای که مناسب تو باشه برات میخرم. با یه باغچه بزرگ. باغچه ای که بتونی توش گل روز، گل اطلسی و هر گل دیگه ای که دلت میخواد بکاری. به چی نگاه میکنی پسرم؟ هیچی پدر. چیزی نیست. They now pronounce you man and wife. Now then, when I say those words tomorrow, the groom will kiss the bride. Not now, tomorrow, I said. At wedding, tomorrow. Now, the organ will begin again, and you will take her by the arm and lead her up the aisle, out of the church. Do it, do it, do it. Now the others, family and friends, will turn and follow them up the aisle. No, not tomorrow, I said. Remember to come back tomorrow for the wedding. Don't forget. Tomorrow, I said. Captain Dantes. That is my name, monsieur. You're under arrest. What's the meaning of this? Madam? What is my offense? Madam? Must be some mistake. Madam! What is happening? You've got this. Take your hands off her! Don't touch her! تو با اون کشتی تجارتی بودی؟ بله جناب دستتان، بله. ولی لباسات اینطور نشون نمیدن. لباسا؟ من در حال تمرین مراسم عروسی دستگیر شدم. قرار فردا ازدواج کنم قربان. حقیقت با شکوهه. تا به حال با بناپارت همکاری نداشتیم. بناپارت؟ بناپارت چی داری میگی قربان؟ من اصلا به ما گزارش رسیده که تو از نظر وابستگی سیاسی شخص افراطی هستی. وابستگی سیاسی؟ من به تنها چیزی که فکر میکنم فقط کارمه و بس قربان. من عاشق دریا هستم، عاشق کارم، عاشق پدر پیرم هستم. وابستگی های واقعی من اینها هستن و اگه اینا سیاستن باید اعتراف کنم که من شدیداً افراطی هستم قربان. حرفتو باور میکنم. تو نویسنده این خطو میشناسی؟ خیلی قربان. اطمینان داری؟
صداقت میگی؟ نه. کاپیتانتون نامه سربسته بهت داده بود. بله. اون کجاست؟ توی جیبم. بدش به من. من بهش قول دادم. به نام لویی به دستور میدم اون نامه رو بدی به من. به نام لویی؟ بفرمی قربان. قربان ببخشید مضمون نامه چیه؟ تو اگه از مضمون این نامه خبر داشتی هرگز با خودت حملش نمی کردی. حتی وقتی در موردش ازت سوال می کردم باید منکر وجودش می شدی. تو بدون هیچ مجادله این نامه رو در اختیار من گذاشتی. بنابراین معلوم میشه هیچ گونه دخالتی در موضوع نداشتی. پس اگه به نظر شما بیگناهم اجازه بدین برگرد پیش عروست و راحت باش. خداوند شما رو حفظ کنه آقای دادستان. یک سوال دیگه. بله قربان. آدرس محل تحویل این پاکتو نمیدونی؟ به من گفته شده چه وقت و کجا تحویلش بدم. چه وقت؟ امشب قربان. به چه آدرسی؟ خیابان 15 مونتینی. به شخص معینی باید بدیش؟ بله قربان. به موسیو نواتیه. یک بار دیگه اسمشو تکرار کن. عرض کردم موسیو نواتیه. اگه سوالی نیست میتونم. نه چند تا سوال دیگه هم ازت دارم. ببینم تو خودت این شخص رو میشناسی؟ نواتیه رو؟ نه قربان. در مورد این اسم با کسی هم حرف زدی؟ خیر قربان به هیچ کس. خوبه. متاسفم که کامیتو تحت میکنم ولی فعلا نمیتونم آزادت کنم. آخه برای چی قربان؟ به دلایل مسائل سیاسی. تو باید امشب در بازداشت بگذرونی و این برای من تأسف انگیزه. ولی فردا 100% آزاد خواهی شد. اینو تضمین میکنم. میدونی؟ تنها مدرک آزاردهنده علیه تو وجود این نامه است و بدون این نامه هیچ مدرک قاطعی علیه تو نیست. خب نظر خودت چیه؟ موسیو ویلفور شما یک انسان کاملی. حالا خوب گوش کن ببین چی دارم میگم. هر کس درباره این نامه چیزی ازت پرسید حتی یک کلمه در موردش حرف نخواهی زد. اطاعت قربان. و هرگز در عمرت اسم نواتیر هم نشنیدی؟ هرگز قربان. بسیار عالی. شما را به بازداشتگاه موقت دادگستری خواهند برد دوست من. سعی کنید با امشب همسفر باشید. این یک تشریفات اداریه. ببریدش. نواتیه. این اسمیه که باید هر چیز زودتر روی سنگ قبرش حک بشه. میبخشید قربان ولی این راه زندان دادگستری نیست. موسیو به خاطر خدا بگی منو کجا داریم میبریم؟ من فقط به خاطر خدا میتونم یه نصیحتت بکنم جوان. دهنتو ببند. شما نباید با من اینطور رفتار کنیم. من فردا قراره داماد بشم. جوانا هیچ وقت نصیحت پذیر نیستم. بتمن عصرتون بخیر آقای نواتیه. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو منتظر دریافت یک پیامی. ولی میدونم پیام آورش تو نیست. من نجانم. من نه. برای اینکه کاملا در جریان امن قرار بگیری باید بهت بگم قاصدت گرفتار قانون شده. متن پیام چیه؟ از بین رفته. بشین لطفا بشین. بله اصل کاغذش از بین رفته ولی متن پیامش اینجا نوشته شده بدون کم و کاست. تاریخ ها، اسامی، محل ها، تمام جزئیات پیام امپراتور کوچولو و با ارزش تو که خیال داره از آلبا فرار کنه. و البته تصمیم ندارم از من پیامو بهت بدم. از ملاقاتت خیلی خوشوقت شدم. منم همینطور پدر. میدونم هیچ وقت حاضر نمیشی با خیانت به همکارانت نامتون ننگین کنی. به همین جهت هم باید به هر چی که میگم توجه داشته باشی. ولی اگه خلاف گفته من عمل کنی اسامی دوستانتو میدم به پلیس. تو همان شیطان رانده شده ای. یک حیوان کثیف و خودخواه. از زمانی که به شغل دادستانی منصوب شدم تو همیشه برای من مثل یک کابوس بودی پدر. پدر عالی مقام من از طرفداران ناپلئون بناپارت. دیگه از زندگی کردن با دلهوره و برملا شدن این راز خسته شدم. و دورانی که تو با اون دلایل پوچ و احمقانه رنجم میدادی تموم شده و از حالا به بعد نمیذارم از مقابل چشمای من دور بشه. در واقع تو امشب با من به پاریس میای. امشب.
به پاریس؟ بله بله، به نظر میرسه من اطلاعات زی قیمتی برای لویی دارم. نگران نباش، بهت قول میدم اسم هیچ کدوم از عاملین فرار رو فاش نکنم و فقط حقایق رو بگم. به نظر من این خودش به تنهایی برای مبهوت کردن بروکرات های پاریس کافیه و توجه شخص خاص لویی رو به طرف من جلب خواهد کرد و تو به زودی مرد بزرگ و مشهوری خواهی شد. میخوایی منو ببرین اونجا؟ ساکت باش. بسیار خوب، بگو من کجا هستم. دوست عزیز، سالون در زندان شاتودیف هستی. حتما اشتباهی رخ داده. دستور داده بودن من به زندان دادگستری برده بشم. موسیو ویلفور این دستور رو داده بود. با ایشون تماس بگیرن، ازشون بپرسی. نمیخوای بگم پادشاه یا ملکه یا سلورتو جارو بکنن؟ گوش کن آقا، برگرد اینجا. موسیو ویلفور از دوستان من از این پیش آمد خیلی عصبانی میشه. برگرد. لاغل نامه ای منو به نام زدم. خدای بزرگ، مگه من مرتکب چه گناهی شدم؟ زبانه حاضره. گوش کن چی میگم، فقط یه لحظه لطفاً به من بگو چطوری میتونم رئیس زندانو ببینم؟ یه روزی پیش میاد. یه روزی؟ ولی قرار بود من امروز آزاد بشم. امروز؟ این دستور موسیو دو ویلفوره. آره، دستور داده تا ابد اینجا بمونی. لعنتی. دریای محبوب من، عصبانیت تموم شده موسیو؟ یا تصمیم داری یه روز دیگه هم گرسنه بمونی؟ صبر کن. صبر کن. معلوم میشه گرسنگی قهرمان سرکش رو رام کرده. ما از تو بدتراش هم دیدیم. بیا بخور.
کی هستی؟ تو کی هستی؟ یه زندانی مثل من؟ صدام میشنوی؟ ادمون دانتس، برای چی آوردنت اینجا؟ به تام طرفداری از بناپارت. چند وقتی که اینجایی؟ نمیدونم. روزی که زندانی شدم 28 فوریه 1815 بود. یعنی 8 سال. تو چند وقت اینجایی؟ این سنگو از این طرف فشار میدم و میام پیشه. من ابفاریا هستم، متولد ایتالیا و در ایتالیا درس کشیشی خوندم. از سال 1810 در اینجا زندانی هستم، 15 سال تمام. عجیبترین مسائل در دنیای سیاست اینه که تو رو به جرم طرفداری از بناپارت زندانی کردن و من به خاطر مخالفت با اون اینجا هستم. 5 سال پیش طرح نقشه فرارم ریختم، البته بعد از 1 سال محاسبه دقیق و 1 سالم صرف ساختن لوازم ضروری فرارم و 3 سالم مثل موش حفاری کردم. 3 سال؟ آخه تنها وسیله‌ای که برای محاسبه داشتم فقط مغزم بود، ولی بعد متوجه شدم که اشتباه مختصری انجام شده. خیال میکردم این دیوار ساحلیه، زاویه رو 40 درجه حساب کردم، 10 درجه اشتباه. اون وقت به کجا رسیدی؟ با من بیا جانم، با من بیا. این پود کمه. این
اینم قلم سگ بود. اینا را از کجا آوردی؟ ساخت خودم جانم، ساخت خودم. بیا. این چیه؟ ساعت دیواری مخصوصمه. الان درست یک رو بعد از ظهر رو نشون میده. یک ساعت؟ بله، اون ساعت رو از روی محاسبه نجومی ساختم. حالا بذار وسائل دیگم رو بهت نشون بدم. همش ساخت دست خودمه، همش. خیلی خوب. و این سوزن منه، اینم ساخت دست خودمه. و این قلم سنگ تراشی هم با تیک آهنی که پیدا کرده بودم خودم ساختم. نگاه کن، این گازنبرمه. ببین چاقوی دستازم رو ببین. اون چراغ هم همینطور. ولی چراغ روغن میخواد. بله درسته، فکرشو کردم. از روغن گوشت قزام استفاده میکنم. کبریت از کجا میاد؟ من بهشون یه حقه حسابی زدم. گفتم بیماری پوستی دارم و برای تسکین درد به گوگرد احتیاج دارم. با گوگرد خودشون یه کبریت هم ساختم. کبریت دستازم رو میبینی؟ علی. ولی تمام تلاشایی که کردم بی نتیجه موند. بالاخره این سلول هتل آخرتم شد. 5 سال زحمت کشیدم ولی نتونستم به آزادی دست پیدا کنم و هنوزم تو همین قفس اسیر و گرفتارم. گوش کن چی میگم ابه فاریا. تونلی که تو حفر کردی با گالری زندان دیگه در یک جهته، ها؟ بله. و دیوار ساحلی هم اینجاست. از پنجره خودم محلشو کاملا تشخیص دادم. نصف تونلی که تو ساختی در جهت صحیح پیش میره. ما باید با زاویه بیشتری بپیچیم. تو معتقدی 50 درجه، ولی من میگم اگه 2 درجه به شمال یا شمال شرق بپیچیم و با دقت تمام به حفاری ادامه بدیم، بعد از 100 متر به دیوار ساحلی میرسیم. خب پس تونل من درست حفاری شده، زیادم بیراه نرفتم. این کار چقدر طول میکشه؟ 2 نفریمون 4 سال. دست بده. و در مدتی که کار میکنم تمام چیزهایی رو که میدونی به من یاد میدی، درسته؟ بله. ریاضیات، فلسفه، الهیات، زبانهای زنده دنیا، تدریس کتاب مقدس و تاریخ قرون مختلف. خدا رو شکر میکنم که یه دفعه دیگه فرصت دست میده تا بتونم دست به کار تدریس بشم. ادموند، امروز موقعی که مشغول حفاری هستیم بد نیست مسئله دستگیری تو رو به تفصیل بررسی کنیم، ببینیم چه کسی سبب گرفتاری تو شده. اول باید ببینیم زندانی شدن و یا ناپدید شدن تو بیشتر از همه برای چه کسانی منافعی داشته، و در نظر گرفتن این که قرار بود تو به زودی کاپیتان کشتی بشی، باید دیدیم ارتقای مقام تو موقعیت چه کسی رو به خطر مینداخته. دنگلی. بسیار خوب. وقتی این اتفاق برای ادمون دانتس پیش اومد، مرسدس به طرف چه کسی کشونده شد؟ موندگو. بسیار خوب. تو یک شب دنگلر و موندگو رو در حال نوشتن نامه دیدی، درسته؟ درسته. با کدروس.
پس امکان داره نامه‌ای که تو رو باهاش متهم کردن به وسیله این سه نفر نوشته شده باشه. دانگلر، موندگاه، کادروس. بعدم به وسیله دادستان کل بازجویی شد و اونم که خیلی به تو ظاهراً ابراز علاقه میکرد نامه ای رو که قرار بود به ناتیه برسونی سوزون. نواتیه، بلا من شخصی رو تو دادگاه ویکتوریا با این اسم میشناختم، از طرفدارای پرپاقرص بناپارت بود. ادموند، گفتی اسم دادستانی که تو رو بازجویی کرد چی بود؟ دویلفو. چی؟ برای چی میخندی؟ برای اینکه تو از تمام اسرار پرده برداشتی. اون دوزی که من میشناختم از دو آتیش ترین طرفداران بناپارت بود. اسم شریفشم نواتیه دویلفور بود. بله جانم. برادرش بود؟ نه، همسن من بود. پس پدرش بود؟ تصور میکنم اینطور باشه. پس پدر داستان از طرفداران بناپارت بود و به همین دلیل این نامه رو سوزوند. و منم آتیش زد. بله، درست. دنگلر، موندگو، از این که بهش کمک کردم تا به حقیقت ماجرا پی ببره بعضی وقتا واقعا متاسف میشم، چون در قیافش چیزی رو میبینم که قبل از این هرگز ندیده بودم. من انتقاممو میگیرم. گرفتن انتقام فقط به خداوند مربوطه. افکار شیطانی سبب نابودیت میشه، اونا رو از سرت بیرون کن. کادروس، موندگو، دنگلر. ادموند، ادموند، چی شده؟ انگار رفتنی شدم. دیگه کارم تموم. تو باید زنده بمونی، من خودم تونل رو تموم میکنم. ادموند، تو باید تونل رو تموم کنی و خودت فرار کنی، بعدم بری دنبال گنج. گنج؟ این چیه؟ یه نقشه است؟ نقشه جزیره مونته کریستو، یعنی آخرین نقشه که از محل گنج باقی مونده. مال کشیشی بود که از سال 1498 این همه ثروت خدادادی رو به جا گذاشت و فوت کرد. تمام اون ثروت بیپایان برای مدت 3.5 قرن در جزیره مونته کریستو دست نخورده و بیچ مدفون شده. من میخواستم اون گنج رو به کمک تو پیدا کنم، ولی حالا تو به تنهایی باید این کارو بکنی و تمامش رو به مصرف امور خیریه برسونی. یادت باشه که اون میراث یک مرد مقدسه و باید تمامش به مصرف امور خیریه برسه. ادموند، تو باید فرار کنی و گنجو پیدا کنی. سرنوشت اینطور خواسته، من که کسی رو ندارم پسرم. تو مثل پسر منی و باید به وصیت من عمل کنی. باید قول بدی که با وفا کردن به عهدت روح منو خوشحال میکنی پسرم. تو خودت برای من بهترین گنجی. گنج واقعی من اینجا دراز کشیده. تو برای من به منزله همه چیز هستی.
صابونه. بله، انگار مدت هاست که به رحمت خدا رفته. پس برم کفم بیارم. بیا بریم، فعلا باید صبر کنیم تا آب بالا بیاد. بلندش کن، کمک کن، بلندش کن. چقدر سنگینه، انگار زندان بهش ساخته. بیارش. آها، یواش. خیلی خوب، بذارم اینجا بخوای. حتما مرده. نه، زنده میمونه. بلند شو پیر مرد. تو از کجا میدونی این پیر مرده؟ خب از قیافش پیداست. بلند شو، بخور، بخور. آها، الان حالش جا میاد. من کجا هستم؟ روی کشتی قشنگ پیر مرد، نزدیک پرسیگا. منم کاپیتان کشتی هستم. اسمم برتوچیوس. اینم همکارم یاکوپوه. تو کی هستی ها؟ اسمت چیه؟
برای این کجا میری؟ جزیره ریان. اگه درست بریم تقریبا 2 ساعت دیگه میرسیم. تو با این دریا آشنایی داری ها؟ مرتو جیو ایتالیا تو این آبا چکار میکنه؟ تو الان مهمون ایتالیایی هستی. این روز وضع کار کسیبی چطوره؟ وحشتناکه. ما به یک جاشو احتیاج داریم، یه جاشو که به خوبی با این هوا آشنایی داشته باشه. دوست داری با ما همکاری کنی؟ ببینم، راستی تو کی هستی؟ اسم چیه؟ نگفتی اهل کجایی؟ اینجا که از سری از غرق شدن کشتی نیست، دریام که طوفانی نشده. اونا دارن علامت میدن. میدونم. تو یادت باشه اسرار اون مرد به خودش مربوطه. از قیافت پیداست که خیلی جوانی. چند سالته؟ الان سال 1829. درسته؟ بله درسته. بنابراین من 33 سالمه و البته 34 سالم خواهم شد. به خاطر لطفی که کردین و زندگیمو نجات دادین متشکرم. کشیشو دیدی؟ بله. آه؟ مرسدس ازدواج کرده با موندگو. ها؟ آره، فرمانده موندگو. دیگه چی؟ بگو ببینم. نمیدونم چرا من باید این خبر رو بهت بدم. پدرت هم مرده. ادموند، نمیدونم چطوری بهت بگم. اون از گرسنگی مرده. بله، پدرت مرده، از گرسنگی مرده. لعنتی، 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 لعنتی. خداوند منو با 2 نفر زحمتکش آشنا کرد و اونها دوباره زندگی رو به من بخشیدن. دوستان بسیار خوبی بودن، چون هیچ سوالی از من نمی کردن. سرانجام زمانی رسید که اونقدر قوی شدم که تونستم گفته ی عبه فاریا رو انجام بدم. تمام اون ثروت بی پایان برای مدت 3 قرن و نیم در جزیره مونته کریستو مدفون شده. من میخواستم اون گنج رو به کمک تو پیدا کنم، ولی حالا تو به تنهایی باید این کارو بکنی و تمامشو به مصرف امور خیریه برسونی. یادت باشه که اون میراث یک مرد مقدسه و باید به مصرف امور خیریه برسه. من در ابتدا فقط به خاطر علاقه‌ای که به ابه فاریا داشتم به جزیره مونته کریستو آمدم. میخواستم با اجرای وصیتش باعث خوشحالی روحش بشم، ولی در این مسیر با دیدن علائم درست امیدوار شدم که این نقش منو به طرف گنج راهنمایی میکنه.
آبه فریا دوست من، چه شیشه عزیز، تو از عزیزان خداوندی. به خدا سوگند قول میدم به تمام خواسته هایی که داشتی جامعه عمل بپوشانم، قول میدم تمام این ثروت رو به مصرف امور خیریه برسونم، قول میدم به نام تو سیل خروشانی از کارهای نیک در صدها منطقه ویران و متروک کشور جاری کنم و ادموندانتس به تو هم قولی میدم، قول میدم که دستگیری از فقرا و مستمندان رو سر لوحه زندگی خودم قرار بدم و دست ستمگران رو از دامن ستم دیدگان کوتاه کنم. The world is mine. اون گفت تا یک ساعت و ربع دیگه میاد. همینطوره بارون دانگلر. اون کسیه که وقتی اراده بکنه هر قصه با عظمتی رو به آسانی برای خودش میخره. معلوم نیست این همه ثروت رو از کجا آورده. جدن راز عجیبیه. درباره هیچ کس تا به حال به این اندازه شایع سازی و سخن پراکنی نشده. میگن کشتی های تجارتی اون در سراسر مدیترانه در حال رفت آمدن. چطور با بانکش تماس گرفت؟ من با پیشکارش صحبت کردم قربان. دست و صورتش زخمی بود و قیافه خشنی داشت. بله طبیعیه، یه پیشکار صورت زخمی اون تمام عوامل غیر عادی رو داره. همه چیزش اسرارآمیزه. در طول 50 سال گذشته انواع و اقسام افسانه‌ها دربارش گفته شده. اون جاسوسای خطرناکی داره که در تمام نقاط دنیا پراکنده هستن و به هر کس که میرسن مرتبا سوالاتی میکنن. سوال میکنن تو چی هستی و مشغول چه کاری هستی؟ ها؟ همه چیزش مبهمه. همه چیزش گنگ و اسرارآمیزه. و حالا این موجود اسرارآمیز با اسرار پیچیده‌تر داره به دیدن من میاد. قرار من با دادستان چه ساعتیه؟ یه رو بیازه قربان. چی شده؟ کانت مونته کریستو. فورا وارد بشن. سلام کنت عزیزم، من بارون دانگلر هستم. بفرمایید بفرمایید، بنشینید جناب کنت. من تصمیم داشتم فقط 1 ماه در پاریس بمونم، ولی حالا میخوام اقامتمو 2-3 ماه تمدید بکنم. پاریس به وجودتون افتخار میکنه. من تا به حال پولامو پیش خودم نگه میداشتم، ولی حالا تصمیم دارم حسابی در بانک شما باز کنم. برای این کار چه مبلغ کافیه؟ 5 میلیون؟ راستی که این کاغذ پاره ها چقدر اقوا کنندن. خیلی قدرت دارن. اینطور نیست جناب بارون؟ از هر چی فکر کنین با قدرت تر و گمراه کننده ترن. حتی از صاحب عکسی که روشون هست و کسی که صاحب این پولا میشه همه جا مورد توجه. درسته درسته قربان. تحلیلشون. خب جناب کنت. دسته چه کمون به پیشکارم بدین. با اجازه شما. خوشبخت شدم. این مجسمه جدا زیبا و بی نهایت چشمگیر دوست عزیز. بله راستش این یکی هم کار همون هنرمنده. هنرمند تحسین برانگیزی بوده. متشکرم. بله متشکرم کنت. خدمت دیگه هم هست که من بتونم براتون انجام بدم. هر وسیله راحتی که بخواید. فقط یک کار بکنید. ما در خدمت جناب کنت مونته کریستو هستیم. خانه من در هومه پاریس قرار داره. بله قربان میدونم. برای راحتی بیشتر یک آپارتمان در شانزلیزه میخوام. ولی شنیدم که در اون حوالی سرقت‌های زیادی شده. اگه به حمایت پلیس احتیاج داشته باشم کجا مراجعه کنم؟ و تمام نامه‌ای که در قضیه قرار گرفته باید به آدرس‌های خودشون فرستاده بشه. اطاعت می‌کنم جناب دیویدفور. بارون دانگلر قربان. بگی لطفاً داخل بشن.
جناب دویلفور افتخار دارم کنت مونته کریستو بهتون کنت مونته کریستو کنت عزیز به خانه من خوش آمدید. خوشبختم. بفرمایید بشینید. سرزده وارد شدم. امیدوارم مزاحم نشه. مزاحم به هیچ وجه قربان. من کارهای جزئی داشتم که همشون انجام شدن. اطمینان دارم خبر اون واقعه رو خوندین. خبر مربوط به ژاک دنوا. مردی که برادرش گلما رو به قتل رسونده. بله. محاکمه انجام شده؟ بله شده. اون گناهکاره. اگه مردی برادر عزیز و یا پسر و یا پدر شما رو شکنجه بده یا به قتل برسونه و با این کار قلب و روح شما رو جریحه دار کنه به طوری که خودتون رو فراموش بکنید، تصور میکنید وقتی به حکم دادگاه تیغه گیوتین گردن اون مرد میزنه قلب شما آرامش پیدا میکنه و براتون کافیه؟ گمان نمیکنم جان مردی که اون همه درد و رنج براتون باقی گذاشته فقط چند ثانی کوتاه زجر میکشه. کنت عزیز، آیا شما یک روش قرون وسطایی رو پیشنهاد میکنی؟ من مجازات الهی رو پیشنهاد میکنم. چشم در مقابل چشم. بله درسته. شما انسان جالبی هستین. یک مرد فوق‌العاده. خب بله، وقتی جناب کنت به من اظهار کردن که میخوان برای حفاظت محل اقامتشون از پلیس کمک بگیرن، من فکر کردم بهتر این اداره تماما در خدمت کنت مونته کریستوه. ما میتونیم در هر دو خیابون که محل اقامتتون باشه مامور مخصوص قرار بدیم، هر تعدادی که مایل باشه. مسیو دویلفور، شما واقعا بخشنده. پاریس باید برای میهمانان عالی قدر خودش از هیچ خدمتی کوتاهی نکنه. پدر، قول داده بودی امروز به دیدن پدر بزرگ بیای، دیگه چیزی به ذوق نمونده، اون ناراحت میشه. صبح بخیر بارون داگلر، صبح بخیر آقا. تا کی میخوای منتظر کارت باشی؟ میدونی پدر بزرگ چقدر ناراحت میشه؟ به به، چه عجب از این مراجعینم داری پدر. این آقا نه به مجرمین شباهت داره نه به وکلای دادگستری. متاسفانه باید عرض کنم دخترم خیلی پرحرفه و از نظر عقلانی هم هنوز کاملا رشد نکرده. پدر والنتین، افتخار دارم که کنت مونته کریستو رو بهت معرفی کنم. مونته کریستو؟ خدای من، حالا میفهمم چرا همه مردم پاریس راجع به شما حرف میزنن، چون شما هم واقعا با شخصیت هستین و همینطور واقعا ثروتمند. ثروت من از تجربیاتمه، سالها تجربه. به هر حال از این که میبینم در پاریس این همه طرفدار دارم خیلی خوشبختم. موسیو، شما خیلی گرفتاری؟ چطور میگی؟ میخواستم اگه فرصت دارین تشریف بیارین با پدر بزرگ آشنا بشین. والنتین، ممکنه خواهش کنم از این کارهای سابق دست بردارین؟ مطمئن باشین زیاد وقتشون رو نمیگیرم. اشکالی نداره، با اجازه. کنت مونته کریستو واقعا خارق العاده است. ولی چطور شد که تو اونو به اینجا آوردیم؟ اگر حقیقتشو بخوان اونقدرام آسون نبود. پدر بزرگ، جناب کنت مونته کریستو رو معرفی میکنم. من ایشونو با تمام گرفتاریایی که داشتن خواهش کردم برای دیدن شما چند لحظه به اینجا بیان. جناب کنت، ایشون پدر بزرگ من موسیو نواتی دویلفور هستند. خیلی مفتخرم موسیو. پدر بزرگم کاملا فلج شده موسیو. اون سال هاست که به این حالت افتاده. فقط میتونه با چشماش حرف بزنه. چی میخواییم براتون بیارم پدر بزرگ؟ یه قرص دیگه؟ یا آب؟ الف ب دال یه میم شین این پدر بزرگ عینکشو میخواد. از دیدن شما خیلی خوشحاله. اینطور نیست پدر بزرگ؟ اون به چنین ملاقات کننده های احتیاج داره، مثل اینکه موقع غذا خوردنشه. درستی که جسم پدر بزرگ من تو این قصر زندانیه، ولی روحش مثل همه ی آزاده ها غیر قابل تسخیره. اون چیزی داره که مردم به داشتنش افتخار میکنن، قلبی پر از شور و احساس. ها، شما چطور اینو تشخیص دادین موسیو؟ آقای آلبرت اینجا هستن مادمازل. خدای من، موسیو با اجازتون همین الان برمیگردم. از این که بهتون خیره شدم منو میبخشید. همیشه این اتفاق نمیفته که کسی از بالاترین قله موفقیت پایین رو نگاه کنه. توضیح بیشتری ازم نخواهیم موسیو. ولی حالا نوبت منه که شما رو با یک راست تنها بذارم.
تا وقتی که خودمو به پسرتون معرفی کنم. بیا بیا جناب کنت، اجازه بدین معرفی کنم، آلبرت موندگو. مسیو، ملاقاتتون افتخارآمیزه. شما به من افتخار دادین. یه پاریس با اسم شما مسیو. صبح بخیر مسیو. مردم پاریس برای یک ملاقات کوتاه با شما حاضرن، هر کاری انجام بدن. داری چی کار میکنی؟ چرا اینقدر دستشون رو فشار میدی؟ تمام مردم درباره شما حرف میزنن، درباره کمکایی که مردم میکنین، دستگیری از فقرا. چه حرفایی میزنن؟ درباره ثروت شما میگن، همینطور درباره کارهای نیکی که انجام میدین. آوازه شهرت شما به جاهای دیگه هم رسیده مسیو. آخه پدر من نماینده لویی در ایالت وینیله. حتما باید پدر منو ببینید. پدرم کنت موندگوه. من اسم جنرال بزرگ و درست کردار موندگو رو زیاد شنیدم. مردیه که آرزوی دیدارشو داره. سلام کنت عزیز، از دیدارتون خوشحالم. من پدر آلبرت هستم. سلام جنرال. این شانس رو پسرم بهم داده، چون من فکر نمی کردم به درجه ای رسیده باشم که با افرادی مثل شما ملاقات کنم. شکست نفسی شما باعث شرمندگی من. مبارزات جنرال موندگو در میدان‌های جنگ زبان زد خاص و عامه. آه کنت عزیز، خجالت هم میدید. جناب کنت، مادرم کنتس موندگو رو به حضورتون معرفی میکنم. آه مسیو، پسر من همیشه کارهای بچگانه میکنه. به من میگه یک میهمان به دیدن ما میاد، ولی اسمشو نمیگه. میگفت از دیدن میهمان حتما متعجب میشه. ممکنه بگین افتخار آشنایی با کیو دارم؟ Your servant, madam, the Count of Monte Cristo. بالاخره دیدیش؟ تو رو شناخت؟ فکر میکنم منو شناخته، ولی نمیخواد چیزی رو که میبینه باور کنه. وقتی تو رو کاملا شناخت چی؟ اون وقت دیر خواهد بود خانم. ما باید مثل شمشیر خداوند بر سر مجرمین فرود بیاییم. تو هنوز همونو دوست داری؟ نه، اون شوهر داره. یعنی نمیتونه در تو نفوذ کنه؟ نمیتونه تو رو اغوا کنه؟ خواهش میکنم جواب منو بده. باید بدونی که اون به کسی دیگه ای تعلق داره، هرچند که شوهرش دشمن من باشه. اون زن دیگه شوهر داره. خوبه کنت عزیز، عالیه. فکر میکردم هنوزم به یادش هستی و بهش علاقه مندی. مدارکو بده به من. مال ویلفوره؟ تمام مدارک تهیه شده قربان. دانگل؟ فقط منتظر شنیدن نظرات دکتری. خوبه. کسی که محبوبیت زیادی در جامعه داره، برای فرزندش یک پدر محبوب و برای قانون یک مجری وفاداره. دانگل، یک مشاور مالی که تمام مفرها در امور سرمایه گذاری با اون مشورت میکنن، در حقیقت محافظ سرمایه اون هست. موندگو ظاهرن قهرمان بزرگ جنگه، در حالی که سینش نمایشگاه مداله، روزنامه ها اکسا و اخبار زیادی از اون چاپ کرده. بسیار خوب. ویتفور یک گرگ وحشی، دنگلر یک خوک کثیف و موندگو یک کفتار مردخار. و ما شکارچی که شکار رو شروع میکنیم. خوبه، خیلی خوبه، جدان عالیه.
خیلی خوبه. حالا دیگه شما استاد شدین و من شاگرد. بذار سر جاش. تو پرونده خیلی خرابی داری. پرونده همه خرابه. تو 6 سال قبل محکوم به زندان شدی. جرمت قاچاق فروشی بوده. از زندان فرار کردی، دوباره دستگیری و محکوم به حبس ابد شدی، ولی بازم فرار کردی. و به همین دلیله که خودم آدم جالبی میدونم قربان. به تو سوابق دزدی، قاچاق فروشی، اختلاس و احتمالاً جنایت دادن. البته جنایتش مربوط به زمانیه که در ایتالیا بودی. کاملا درسته قربان. ولی از سالا به بعد آندری برهنه کانت کاولکانتی هستی. جدی میفرمایی؟ بله، تو پسر فرماندار کاولکانتی هستی، مردی که در کاولکانتی و فلورانس نفوذ و شهرت فراوانی داره. تو خیلی هم ثروتمندی. خوبه، پس حتما پول زیادی هم خرج خواهم کرد. البته تو در آپارتمانی که برات اجاره میکنم اقامت خواهی کرد که 3 مستخدم خواهی داشت و 1 کالسکه خواهی خرید. برای این منظور باید اسباتو از باتیس تهیه کنی و تو سعی میکنی با اشخاص مهم روبرو بشی که امیدوارم از عهده این کار بر بیای. در چند هفته آینده که کاملا آماده نشدی همه جا در کنار من خواهی بود. همیشه همنشین کنت کنته. کاملا درستی. خب حالا بگوی اسم چی؟ جناب کنت تشریف آوردن. May I present my friend Il Conte di Cavalcante, whom you were gracious enough to include in your invitation. Any friend of Monte Cristo. May I present my daughter, Valentine. Mademoiselle. Monsieur le Comte. Cavalcante is in Paris on family business. And he leaves his wife in Italy? Oh, he's unmarried. Oh. Have you known him long? But a few days. He came to me with letters of introduction from my brokers in Rome. I know his family, of course. All Italy knows the Cavalcante, who were rich when the Medici were peasant stock. Signorina, but I would be deeply grateful. Let us hope her fiancé does not take exception. But my daughter has no fiancé. She's not engaged to Albert Mondego? Not at all, not at all. They're only friends. انسان دل پرتمنایی داره دوست من. این روزنامه ها آدم رو وسوسه میکنن. من ناگهان به سرم زد روزنامه ای از خودم داشته باشم. ترتیب خریدشو برام بده لطفا. بسیار خوب، من بهترین و پرتیراژترین روزنامه ها رو براتون میخرم. در ضمن تعدادی از اوراق قرضه دولت اسپانیا را برام. حدود چه مبلغ باشه قربان؟ 1 میلیون. اوراق قرضه اسپانیایی؟ و میتونی فوراً اقدام به خریدش بکنی؟ بله فوراً قربان. و به طور محرمانه. قربان من اصولاً همیشه احتیاط کارم. درست نیست که در بازار از شگرد تجاری من تقلید کنن. من یک قماربازم نه یک سرمایه گذار. من فردا به لندن میرم برای یک تجارت بسیار. امیدوارم در لندن خیلی بهتون خوش بگذره. ولی انگلیسی ها با خونسردیشون آدمو تبدیل به یخ میکنن. ولی من راه کارو بلدم. میدونم چطور یخ رو آب بکنم. با پول میشه انگلیسی های حریص و خرید. پول. بله پول. جرالد. فوراً سفارش خرید 1 میلیون اوراق قرضه اسپانیایی رو برای کنت مونته‌کریستو. اسپانیایی؟
و برای منم 1,000,000، البته از حساب شخصی خودم. ولی قربان اوراق قرضی وقتی مونته کریستو چیزی رو بخره منم میخرم. دفعه قبلم اشتباه من بود که از کارش پیروی نکردم. اون میدونه که شما فوراً با اشخاص مهمی که اهل سرمایه گذاری هستن تماس بگیر. با کسانی مثل دیدیه و همینطور برادرش. ضمناً به دیگران هم اطلاع بده که من اوراق قرضه اسپانیا رو میخرم. برو دیگه. گفتم برو. همین حالا. The Count of Monte Cristo. این ایستگاه مخابراتی مال توئه؟ مال من؟ من فقط اینجا کار میکنم. سالهاست کارم اینه. ولی هیچ وقت یعنی حتی یه دفعه ارباب رجوع نداشتم. این دستگاه چطوری کار میکنه؟ یه ایستگاه دیگه نظیر این اون طرف هست که کارای سمت راستم و اونجا انجام میدم و اونجا هم دستگاه سمت چپیه. وقتی پیام ها از سمت راست میرسه به چپ مخابرش میکنم و همینجوری تمام پیام های ما در شبانه روز از اینجا تا پاریس کمتر از یه ساعت مخابره میشه. به نظر شما این معجزه نیست؟ چرا، یه معجزه است. این 3,000 فرانک یعنی حقوق 5 ساله در این کار مشروط بر این که این پیامو به پاریس مخابره کنی. ولی این یه پیام رسمی نیست. داریم به من توهین میکنین قربان. باشه توهین نیست، بدین به من. این غیر ممکنه. ولی این تلگرام به طور رسمی مخابره شده قربان. دون کارلوس اسپانیا رو مورد تاخت و تاز قرار داده. جنگ داخلی در شرف وقوعه. تکلیف قرضه های ما چی میشه؟ من بدبخت 1,000,000 قرضه خریدم. اگه اجازه بدین من پیشنهادی دارم. بله پیشنهاد کن. تمام سهامتون باید فروخته بشه. بله همین حالا برو بفروش فوراً. پس باید همین الان اعلام کنم قربان. ولی این به حسن شهرت بانک من لطمه میزنه. من چطور به مشتریان بگم جنگ داخلی اسپانیا باعث این ورشکستگی شده و سرمایه‌شون از دست رفته؟ تو پیشنهاد دیگه ای هم داری؟ بله امکان داره ضررها رو جبران کنه. خب ولی از کدوم حساب؟ حساب شخصیتون. مگه دیوونه شدی؟ پس بهتر برم ترتیب فروش قرضه ها رو بدم بابا. شما از من چیزی میخواستین؟ کمی از وقت تو. البته پولش هم میدم. من خدمت گذارم قربان. اسم تو قادروسه؟ بله این اسم واقعی منه. شما از کجا میدونی؟ تو 7 سال عمر تو در زندان لویه 18 گذروندی و یک بارم اقدام به فرار کرد. بله ولی تقصیر من نبود که موفق. تو در فرار رفیقی داشتی؟ که بهت خیانت کرد. بله فانستینو، من فقط به خاطر یک چیز زنده هستم، پیدا کردن و کشتن اون. انتقام شیرین ترین وسیله برای زندگی و همینطور مرگ. بسیار خوب، من کار کوچکی دارم که فقط چند لحظه طول میکشه. ممکنه خواهش کنم بیرون منتظر باشی؟ فرمان بردار شما هستم. سلام. سلام فرانسینو. فرانسینو زندگی داره برام شیرین میشه. ولی بهتره مواظب باشی این شیرینی مسمومت نکنه دوست همسه بوده من. تو یک حرامزاده ای، باعث شدی 7 سال تمام در زندان بمونم.
شما که شاهد بودین. اون به من حمله کرد. چی کار میتونستم بکنم؟ تحویل پلیسش بدین. تو این مردو میشناسی؟ تو کی هستی مونته کریستو؟ تو کی هستی؟ تحویلش بدین. این شد یک. He is not of the house of Cavalcanti. His name is Benedetto. His most recent name, that is. He is a notorious escaped criminal. And he wanted to marry my daughter. He doesn't lack nerve, I must say. He's an escaped galley slave, among other offenses. Duped! He has duped us all, Sergeant, including the infallible Monte Cristo. A Cavalcanti, indeed. This upstart, this blackguard. He has insulted my very person, which compels me to prosecute this case myself. In fact, it becomes a moral duty. این آخرین محاکمته؟ من تا به حال محاکمه نشدم. برو بیرون پدر مقدس. آندره کاولکانتی. برو بیرون. فانستینو. تو؟ حامی دلسوز من؟ لابد حالا اومدی من از مجازاتی که در انتظارمه نجات بدی. اگه کاری رو که میگم انجام بدی محکوم نمیشی. سایکون صفحه اول خوب به خاطر بسپاری. بقیه این مدارکم به دقت مطالعه کن. من خودم در دادگاه حضور دارم. با چشم باز عمل کن. آمین. و این مرد آندره بندتو فانستینو در هر موردی کلاهبرداری و هر جا که میره اسمی برای خودش انتخاب میکنه. این جوان بی سر و پا هیچ وقت سعی نکرده حقیقت‌های زندگی رو بپذیره آقایون. در واقع اون دستیار صمیمی شیطانه. پسر یک سگ درنده است. و حالا این بی سر و پای آدمکش در حین ارتکاب یک جنایت در حالی که سلاح در دست داشته و به جسد قربانی خودش خیره شده بوده دستگیر شده. من فقط یک مجازات برای این مخلوق مزاحم آفرینش پیشنهاد می‌کنم. مرگ. ساکت باشین. لطفاً نظم دادگاه را رعایت کنین. متهم بیسته. نام و نام فامیل. جناب رئیس دادگاه، من اسممو در آخر دفاعم خواهم گفت. منظورش از این کار چیه؟ متهم از گفتن اسمش خودداری میکنه. میتونیم ادامه بدیم. شما چند سال دارید؟ 21 سال. اجازه بدین عرض کنم 27 ماه سپتامبر 1817 به دنیا اومدم. محل تولدت کجاست؟ در دتوی. نزدیک پاریس. شغلت چیه؟ من حرفه‌های شریف و مختلفی داشتم. گاهی دوز بودم و در شرایط مساعد آدم کشتم. سوال دیگه ای ندارین موسیو ویلفور؟ هنوز سوالات ما تموم نشده. بسیار خوب. ادامه میدیم. بگو ببینم. چه وقت تصمیم داری اسم واقعی تو به دادگاه بگی؟ اسم خودمو نمیدونم. ولی اسم پدرمو میدونم. خیلی خوب، اسم پدرتو بگو. پدرم دادستان انتخابی و محبوب لویی 18 همه. چی گفتی؟ و اسمشم ویلفوره. بسیار خوب، ساکت باشین. نظم دادگاه رعایت کنید. نظم رعایت کنید. سال 1817 مسیو ویلفور وارد خانه ای شد. خانه شماره 28 جاده لوفونتن در دهکده دتوی. مقصودش مخفی نگاه داشتن معشوقش از افرادی که در جامعه به شخصیتش احترام میذاشتن. اون زن بعد از یک سال زندگی مخفیانه در دتوی، علی‌رغم تمایل ویلفور پسری به دنیا آورد و خودش چند ساعت بعد از تولد بچه درگذشت. و اون مردی که از آغاز تا انجام ناجوان مرد بود، در همون شب ویلفور کوچولو رو در پارچه پیچوند و با سنگدلی تمام در باغچه جلوی خونه دفنش کرد. یکی از پیشخدمتا که از پنجره طبقه بالای ساختمون ناظر این فجایع بود، فوراً پایین اومد و بچه رو از قبر بیرون آورد و متوجه شد که هنوز زنده است و اونو به یک یتیم خونه سپرد و اون من بودم.
من بودم که در سن 13 سالگی با بدبختی از اونجا فرار کردم و کارهای جالب توجه خودم رو شروع کردم. کارهایی که سرانجام منو پشت این میز کشوندن و افتخاری به افتخارات اشرافیت پلید اضافه شد. این سند اجاره خونه یه که در دتوی به وسیله آقای ویلفورد گرفته شده بود و اینم گواهی نامه تولد من که در همون موقع توسط پزشک بهداری دتوی امضا شده بود. یک گواهی مطمئن و انکار ناپذیر از همون دکتر که تایید میکنه میسیو ویلفورد پدر طفل مورد بحث بوده. بقیهش هم اظهارنامه و گواهی نامه و غیره و غیره و غیره. Might be advisable, sir. نه. موضوع چیه قربان؟ نه. 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 همش تقصیر جرارد بود. خبری که دیروز درباره جنگ داخلی اسپانیا منتشر شده بود حقیقت نداره. یک اشتباه این سوء تفاهمو به وجود آورده. یک اشتباه در تلگرام منو دچار بزرگترین مصیبت‌ها کرده و بدبختی و بلا محاصرم کردن. من بدبخت شدم. جنگی وجود نداره. در اسپانیا صلح برقراره. لانگلر، تو روزنامه رو دیدی؟ بله. پس از جریان با خبری و باعث شدی که ما در این معامله ضرر هنگفتی بکنیم. لابد خودت اوراق قرضه ما رو خریدی. این حرفا چی آقا؟ این من تازه اوراق خودم رو فروختم. قسم میخورم. I don't believe you, Dangler. Dangler, do you know what you have cost me? You've read the paper, I presume. But gentlemen, you've lost nothing. I lose when I do not... چی آقا این؟ من تازه اوراق خودم رو فروختم. قسم میخورم. دروغ میگی. تازه اوراقم رو فروختم. من از دستت شکایت میکنم. اول من این کارو میکنم. اون آبروی منو برده. بیچارم کرده. مطمئن باش دانگلر. من به دادگاه... تو همه ما رو بیچاره کردی. اعتراف کن دانگلر. حرف بزن. مطمئن باش دادگاهی میشی دانگلر. آقایون، من مخالفت خودم رو با خارج کردن پولام از بانک این حق باز شروع میکنم. اعتراف کن که کلاهبرداری. اعتراف کن که عمدن این کارو کردی. اگه مشتری‌ها بفهمن همه برای خارج کردن پولشون هجوم میارن. فوراً باید اقدام کرد. هجوم میارن؟ باید آبروشو ببری. درست آقایون. اون به ما خیانت. اینجا هستم. چه سورپریز جالبی. من اصرانی به اینجا اومدم و تا توضیح قانع کننده‌ای بهم ندی نمیتونم آروم بگیرم. در چه موردی پسر جان؟ مقاله شرم‌آوری که امروز صبح در روزنامه‌تون نوشتین. با این کارتون احساسات پدرم رو جریه دار کردین. شما به موقعیت پدرم، به شخصیت پدرم و به شرافت پدرم توهین کردین. بله. این مقاله به دستور شما چاپ شده. شما به تازگی روزنامه رو خریدین. اینجا خانه منه آلبرت. و فقط من حق دارم در اینجا صدامو بلند کنم. تو مسئول این جنجال هستی. آیا انکار میکنی؟ نه. لزومی نداره منو به دوئل دعوت کنی آلبرت.
فردا صبح قربان در مزرعه مارس سپیدم. در مزرعه مارس باشه. برای چی؟ تو پسر منو نمیکشی. اون منو به مبارزه دعوت کرد. تو از یه پسر مغرور چه انتظاری داری؟ جنرال پدر اونه. منم یه وقت پدری داشتم. پس میتونی احساسشو درک کنی. تو میتونی درک کنی اون چقدر به حسن شهرت جنرال اهمیت داره. کدوم جنرال؟ تصفیه حساب من با کسیه که در ستوانی میشناختمش. چه حسابی؟ انتقام مادام. برای چی؟ مردی که میخوای ازش انتقام بگیری مستحق این انتقام نیست. تقصیر من بود. من ضعیف بودم. من نتونستم رنج تنهایی رو تحمل کنم. من مسبب این ازدواج شدم چون بهم گفتن که تو بعد از دستگیری در شاتو دیف مردی. چرا من به زندان شاتو دیف افتادم؟ برای چی دستگیر شدم؟ من از کجا میدونم؟ به گمانم صاحب این خطو میشناسی. چطوری این کاغذ رو به دست آوردی؟ اونو از تو پرونده ها در آوردم مادام. اصلا نمیشه باور کرد. 14 سال زندانی به خاطر این ورق کاغذ خیانت آمیز اونم در شاتو دیف. ولی من خودم رو به تو نزدیک میدونستم. در حالی که تو ازدواج کرده بودی و پدرم مرده بود از گرسنگی. من اصلا نمیدونستم ما از این شهر رفته بودیم. از من نخواهم مردی رو که نام زدم و با خود اچنگم خارج کرده ببخشم. بسیار خوب، اگه تو اینو بخوای خواهم بخشید. از من میخوای کسی که 14 سال عمر منو دزدیده ببخشم. بسیار خوب، اگه تو اینو بخوای خواهم بخشید. ولی اگه بخوای به خاطر در فقر مردن پدرم ببخشمش؟ هرگز مادام، هرگز. در رویاها میدیدم تو مردی. خواب می دیدم که تو رو انداختن در عمق گودالی که زندانیای مرده رو میندازه و بعد از این کابوسای وحشتناک با گریه و فریاد و لرز بیدار می شدم. آیا در رویا دیدی که پدرت از گرسنگی مرده؟ آیا در رویا دیدی کسی رو که انتظارشو می کشیدی دست در دست رقیبت گذاشته و تو رو در سیاهچال رها کرده؟ بله. بدترش رو دیدم. من دیدم که مرد وفادار من در حال کشتن پسرم. ادموند، خواهش میکنم، چه فایده ای داره که من به دست و پات بیفتم و اسرار محرمانه ای رو که در سینه دارم برات فاش کنم؟ وقتی خیال کردم تو مردی منم باید میمردم، ولی در کمال حماقت به زندگی ادامه دادم. مدت 20 سال همه مرد رو با تو مقایسه کردم و نتیجهش این بود که درد و رنج از دست دادن تو هر روز و هر روز، هر سال و هر سال منو ترک نکرد. در طول این سالها تنها تسکین دهنده ی دردهای سخت من پسرم بود. پسر بیگناهی که در حقیقت میتونست پسر ما باشه. برای پسر ما دو نفر. خب، حاضرین؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اون به تو گفت؟ همه چیزو. باید ازت معذرت بخوام. تو کاملا حق داری از پدرم متنفر باشی. Providence again. I am the emissary of God. I've been spared to carry out his will.
جنرال موندگو، این دادگاه ویژه از خدمات در خور تحسین شما در گذشته کاملا اطلاع داره. با کمال احترام از شما تشکر و قدردانی میکنیم. مدال هایی که زینت بخش سینه شماست نشانه لیاقت و شایستگی فوق العاده شماست، ولی خوندن مقاله‌ای که در روزنامه درج شده برای ما بسیار ناراحت کننده است. این روزنامه در مقاله گذشته خودش اتهامات بسیاری به شما وارد کرده و در مقاله امروزش هم لیست کاملی از مدارک و شواهد خیانت‌های شما رو ارائه داده. در اینجا نوشته شده که در زمان نبردهای یونان که شما سفیر فرانسه در دربار علی پاشا بودید، به نفع ترک‌ها به فرانسه خیانت کردید. در اینجا نوشته شده که آقای رئیس، اجازه بدید که من در این مورد دفاع از خودم رو شروع کنم. بفرمایید جنرال. این مدرکی که نشون میده علی پاشا به من اطمینان کامل داشته قربان، و به موجب این مدرک به طور کلی سرپرستی همسر و دخترش رو پس از مرگ به عهده من واگذار کرده، نشانی اعتماد همسر و دخترش. برای این همسر و دختر چه اتفاقی؟ من خیلی دنبالشون گشتم جناب رئیس. درست در بحبوحه جنگ که زندگی خود من مثل یک کشتی در برابر طوفان بود و اونقدر به جستجو ادامه دادم تا بالاخره پیداشون کردم. به وسیله دشمنانم کشته شده بودم. ما تمام گفته های شما رو با دقت شنیدیم، ولی آیا مدرکم دارید؟ خواهش میکنم جناب رئیس، اگر خط و امضای علی پاشا براتون کافی نیست، به عنوان یک افسر فرانسوی به شرفم سوگند میخورم در قبال حرفای من مدرکم هست. شما برای اثبات گفته هام از من مدرک میخواین، پس اجازه بدید منم از شما مدرکی علیه خودم تقاضا بکنم. مدرک شما چی عالی جناب؟ یک مقاله بی ارزش در یک روزنامه بی مقدار؟ چه کسی این دروغ ها رو تحویل این روزنامه داده؟ چه کسی؟ پس اون کجاست؟ اجازه بدید بیاد اینجا و در مقابل چشمان من این حرف ها رو بزنه. براب، واقعا علی تبریک میکنم. چکر بدش من. توجه کنید جنرال، دفاع شما ظاهرا مستدل و محکم بود و نکاتی رو که اشاره کردین جالب توجه، ولی اطمینان دارم استماع مضمون این یادداشت براتون زیاد خوشحال کننده نخواهد بود. مضمونش اینه: من در هنگام مرگ علی پاشا حضور داشتم و سرنوشت همسر و دخترشم کاملا با اطلاع هستم. به افتخار دارم که در این مورد می توانم. چه یادداشت رو نوشته؟ یادداشت امضایی نداره، ولی ادعای شاهد پس از تایید مورد توجه واقع میشه جنرال. اجازه بدید بیاد تو. شاهد داخل بشه. ممکنه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنین؟ من دختر علی پاشا هستم قربان. میتونین مدارک مربوط به تولد و اسم خانوادگی منو مطالعه بفرمایید. همینطور مدارک فروش من و مادرم توسط یک مرد ظاهراً با شرف که اینجاست قربان. ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ یه افسر به اصطلاح اسیر فرانسوی به عنوان برده ما رو به مبلغ 40,000 فرانک فروخت. اسم اون افسر چی بود؟ موندگو. You were trusted by my noble father. You were loved by him as a son. He entrusted you with the safe conduct of his wife and daughter. But you're a liar. A traitor. An assassin. Assassin. It was your sword that killed my father. ببینم جنرال، حرفی برای گفتن دارید؟ دروغه، دروغه، دروغه. شما چطور حرفای یک اجنبی بی ایمان رو قبول میکنین؟ اونم در مقابل حرفای یک جنرال ارتش مقتدر لویی. اونجا فرانسس دروغینه. چه کسی دروغینه؟ اون دختر واقعی علی پاشاست. مدارکش هم کاملا درسته و به زودی حقایق آشکار خواهد شد. سرانجام همه چیز روشن میشه جنرال موندگو. کنت موندگو، دلاور شکست ناپذیر جنگ های یونان. ببینم رابطه تو با این جریان موهوم و دروغین چیه؟ اول سوال کن رابطه من با شخصی به نام ادموند دانتس چیه؟ فهمیدم.
خب حالا داره حقیقت روشن میشه. پس دوست قدیمی ما از دنیای مردگان برگشته. تو داری انتقام تو میگیری و تقریبا تا حدودی هم موفق شدی. بله، کادروس مرده، دنگلر مرده، ویلفورد در دادگاه محکوم شده و حالا نوبت منه، درسته؟ کاملا درسته. بسیار خوب ادموند، من تو رو به مبارزه دعوت میکنم، همین لحظه، همینجا. تو انتقامتو گرفتی ولی هنوز کار من تموم نشده. اما قبل از اینکه از پیروزی سرمست بشی مراقب خودت باش. آماده باش موندگو. حاضرم. مطمئن باش نمیذارم لذت انتقام گرفتن تو رو نشعه کنه ادموند. من تو رو به گورستان میفرستم، به جایی که ازش برگشتی میتونی از خودت دفاع کنی ادموند. فقط سگ‌ها در تاریکی پارس میکنن. دیگه کافیه، بس کنید آقایون، اینجا جای شمشیر بازی نیست. نمیخوام صدا تو بشنوم. تو تصور کردی که من تو رو میکشم ها؟ اگه این کارو بکنم راحت میشی. باید عذاب زندان رو ببینی. جنرال موندگو، تو بازداشتی. شجاع. مرسدس، مرسدس، مرسدس. چرا خانه خالیه؟ کنتس موندگو کجا هستن؟ ایشون رفتن به مارسی. چه وقت؟ دیروز. داری کجا میری؟ میرم آفریقا، میخوام پسرم رو پیدا کنم و کنارش باشم. اون وارد ارتش شده. آلبرت سرباز شده؟ تصمیم داره خطاهای پدرش رو جبران کنه. اجازه بده منم همراهت بیام. برای تو پسر دیار خوبی هستم. اون باید به خودش متکی باشه. مگه تو نگفتی ممکن بود اون الان مال هر دوی ما باشه؟ بله درست گفتم، ولی اسم کس دیگه روشه، اسم مردی که به بدی مشهور شده، اسمی که برای پسرم بدنامی. عدالت گریبان اون مردو گرفت و تو میدونی که من حق داشتم. و حالا که اون به کیفر کردارش رسیده، باید به فکر آینده بود، آینده ای که سازنده باشه،
بهتره به حرفام گوش کنی. تو نباید منزوی باشی. درسته که من از موندگو جدا شدم، ولی تصمیم دارم فقط به پسرم برسم. پسرمون، من میتونم برای اون پدر خوبی باشم. من اون در موقعی دوئل به روحیه هم دیگه آشنا شدیم. اون پسر خوبیه مرسدس. اون پدرشو محکوم کرد و من از همان روز بهش علاقمند شدم، مثل پسر خودم. نمیدونم چی بگم ادموند. میدونی فکر میکردم مدت هاست در شاتو دیف مردی، حالا که زنده ای خیلی خوشحالم، خیلی. اما پسرم بیشتر به من احتیاج داره، اون خیلی تنهاست، باید در کنارش باشم. کسی چه میدونه چی میشه، شاید سرنوشت دوباره ما رو کنار همدیگه قرار بده. امیدوارم، حتما مشیت الهی بر این قرار گرفته که ازم دور باشه. من هر مصیبتی رو که از جانب پروردگار مقدر شده باشه با دل و جان میپذیرم. سفر بخیر، خدا نگهدارت. خدا نگهدار. دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.